خب دوستان، رسما اعلام میکنم هممون مشکل داریم. پارت یک لایو اکشن دستوپیک آپلود کردم، نه تنها خودم با دیدن همچین فیلم مزخرفی عذاب کشیدم، بلکه اینطوری از کامنت ها پیداست شما مزیت شدین. یعنی تنها نیستم این بار، فقط یه مشکلی هست. اون ویدیو 300 خورده ای کامنت گرفت، ولی مجبورم پارت بعدم بذارم. آقا قضیه چیه؟ اگه هممون با هم سر زنون فیلم اذیت شدیم، پس چرا دوباره هممون با هم دست به دست هم دادیم که یه پارت دیگه ازش ساخته بشه؟ من نمیفهممتون، خدا شاهده. دیگه قور زدن بس، بریم سراغ فیلم. اگه بخوام یه خلاصه سرعتی از پارت قبل براتون بگم، نمیگم، خودتون برید ببینید دیگه، ویدیوش هست. بعد از اینکه لایت میزنه اون بنده خدا رو به صورت وحشیانه ای میکشه، میبینیم همینجوری دسنوت خوابش برده و این عجیبه. چه غلطی مگه داشتی با اون دفتر چه میکردی که روش خوابت برده؟ یه اسم میخواستی بنویسی دیگه. بعد باباش میاد تو اتاقش، میگه هاچی این یارو بود اون دیشب سرش گردنی مرد. بعد پشیمام رسمی عجب، و یعنی کارما واقعا چطوری دامن مردمو میگیره. تهش هم یه مهر پدر پسری بینشون میگذره و سکانس میره تو مدرسه و جایی که لایت عین احمقا نشسته رو سکو داره دسنوتو میخونه. آخه بس دلقک، لایت توی انیمه یه جوری دسنوتو عملو به صورت راز نگه داشته بود که یه کشوی کامل طراحی کرده بود. توی انیمه 2-3 دقیقه فقط طرز کار این کشوه توضیح داد که چی میشه و اگه کسی اشتباه بازش کنه میترکه و چی میشه. این یه کشو درست کرده بود. اون وقت تو نشستی در معرض دید همه، داری دفترچه که یه خدای مرگ از آسمون برات انداخته رو میخونی، IQ زیر 40. بعد همونطور که انتظار میرفت، این دختره که از اول فیلم میدیدمش لایتو میبینه و میاد کنارش میشینه و صحبت میکنن که میپرسه این کتاب چه دستت؟ و لایت این احمقا یه جوری که انگار هیچ برنامه ای نداره چی بگه، اینجوری که چی؟ کتاب؟ کدوم کتاب؟ این کتاب نیست، این شیافه. بعدم که میبینه نمیتونه جمعش کنه، ذره‌ای مقاومت نمیکنه. شما این سکانس رو ببین چطوری لو میده قضیه رو. اصلا بابا دختره گفت من برام مهم نیست، تو اینجوری که خب حالا دیگه، حالا که اصرار میکنی حالا دیگه باشه دیگه، حالا چون دیگه میگی من مجبورم بیام برات بگم قضیه چیه دیگه. بعدم به دختره میگه بیا بریم یه دفترچه دارم توش اسم هر کسو بنویسم، میکشه و با هم میرن توی سالن تنها. چرا انقدر بد دارم تعریف میکنم؟ بذارید همینجا تفاوت نحوه دید شخصیت‌های نتفلیکس و انیمه رو براتون مشخص کنم. توی انیمه تمام هدف، ذهنیت و تمامیت زندگی لایت صرف این شد که با قدرتی که بهش داده شده، عدالتی که به نظر خودش درسته رو بر جامعه پیاده کنه. حالا لایت توی نتفلیکس چی؟ خب یه دفترچه اومده دستون، بریم یه مخی بزنیم باشه. آره ده. بعد که لایت دختر رو میبره اونجا، اول سعی میکنه ریوکو بهش نشون بده، اما معلوم میشه توی فیلم هر کس که دسنوتو لمس کنه نمیتونه ببینه ریوکو، فقط دارنده کتاب میتونه. واسه همین اولش که نمیتونه ریوکو بهش نشون بده یه ذره زایه میشه، ولی بعد دختر رو میشونه، میگه ببین این یارو تو اینترنت میبینی که پلیس ازش لایو گذاشته و این یه جنایتی داره انجام میده، اسم یارو رو مینویسه و میکشتش و به دختر ثابت میکنه که آره دیدی گفتم دفترش رو برام تو جسم مرکزو بنویسم میمیره. حالا امشب میای خونمون؟ لای بیمیرم برات. یعنی واقعا اولین استفاده لایت از دسنوت زدن مخ این دختره بود؟ یعنی واقعا استفاده بهتری نمیتونست بکنه؟ خیلی دوستت دارم با قدرت بزرگ مسئولیت بزرگ هم همراه. چرا باید اولین استفاده ای که از همچین قدرت فرابشری میکنی به جای اینکه اسم بنویسی این باشه که بری مخ این دختره رو بزنی؟ وای وای وای.
بعد میبینیم همدیگر رو بغل کردن، دراز کشیدن، لپتاپ رو پاشونه. خب حالا امروز کدوم خلافکاری رو بکشیم؟ آخی چقدر کیوت ار. این فیلم داره به روح دسنوت صدمه میزنه، به جسد باقی مونده ازش نه، داره روحشو میکشه، داره روح اون انیمه شاهکار رو نجس میکنه. لطفاً لطفاً سر همین پارت دو این فیلمو ول کنیم، این جدی داره اذیتم میکنه. بگذاری. بعد از این توی یه سری سکانس اسلوموشن پشت هم گذاشته شده که سرجم 5 دقیقه نمیشه، کل این قضیه که لایت تبدیل شد به کیرا و یه حرکت انقلابی شد و برای مردم خدا شد و یه عالم مجرم همه جای جهان کشت رو بهمون نشون داد. حالا این یعنی چی؟ این یعنی کاراکتر دیولپمنتی که بعد توی 20 اپیزود انیمه اتفاق میافتاد تو کمتر از 5 دقیقه با یه سری سکانس بولشت اسلوموشن که تازه نصفش بیم بیم بوم بوم لایت و این دختره بود انجام داده شد. یعنی کارگردان اومده به تدوینگر گفته حاجی ببین 5 دقیقه از فیلمو در اختیارت قرار میدم، یه کاری کن لایت از یه بچه دبیرستانی احمق که حتی نمیتونه تقلباش قایم کنه تبدیل شه به خدایی که نماد عدالت جامعه جدید به بعضی عیسای نو میشناسه میشه. ولی حاجی تو فقط سکانس این دوتا رو دادی و من چجوری همچین چیزی در بیارم؟ دیگه خودت یه کارش بگو، ما که الکی به پول نمیدیم که. بعد آقا یه سکانسش از اینا مردم نشستن دور یه سری شمع که به همچین حالتی در اومده دارن عبادت میکنن و آقای لایت، حالا خوشحالم که فارسی بلد نیستی، همینو میتونم بهت میگم. بعد یه کلاب نشون داده میشه توی توکیو که پر از جنازه است و اینطور که معلومه اینا جنازه یه سری خلافکاره که اونجا بوده و همش کار لایت که پشمام. یه یاروی مرموزی رو همونجا میبینیم که فکر کنم ال باشه، یعنی فقط امیدوارم الو نگه باشن، فقط همینو میخوام از این فیلم. بعد دوباره برمیگردیم پیش لایت و باباش که باباش میگه آره منم به این تیم جستجو که کیرا رو پیدا کنیم پیوستم و لایت هم اینجوریه که نکن پدر من چه ایرادی داره، خلافکار رو دارن میمیرن، که همون مکالمه های لایت و باباش تو انیمه است. بعد بابای لایت میره سر کار و وارد دفترش که میشه میبینه بعد گوشیش زنگ میخوره، یه بنده خدایی پشت خط داره بهش میگه که آره احتمالاً باید سر این پرونده با ال همکاری کنی و این یارو اینجوریه که یهو آقای واتاری میاد، کیه؟ همون دستیار ال توی انیمه. و فیلم واقعا داره میره به سمتی که احتمالاً الان قراره ال نشینمون بدن. خنده عصبی دارم میرم. بعد بابا رو میبره پشت لپتاپ و وای لوگوی ال روی لپتاپ، وای صدای الم داره میاد، یه ذره با هم یه حرف میزنن که یه حد سکانس تغییر میکنه و بالاخره الو میبیم. ال سیاه پوسته.